خونه فرمانده امید خادمی زیر پل ستارخان توی خیابون یکی از خیابونهای فرعی خیابون پاک شمالی بود که پشتش میخورد به پارک رامی که اونجا در انتهاش اگر ادامه میدادی میرفتی میخوردی به خیابون دریابان با اندور که بعد از اون طرف میرفت به ورودی همون کارخونه برقالستون هم کنارش بود. محله بود خیلی محله آرومی بود و خلاصه طیف‌های مختلف اجتماعی هم توش بودن. به طور خاص خونه فرمانده امید خادمی پشتش یک سری از هموطنهای مسیحی زندگی میکردن. من داشتم از خیابون پاک به سمت پارک رامین میرفتم، پارک شمالی، متوجه شدم که یک خانومی یه بچه بغلشه، پسر بچه کوچیکی بغلش بود و یه ساک داره میبره با خودش. خب تو عرف جامعه وقتی همچی صحنه میبینن میلاد میرن کمک من، ساک سنگینم بود و بچه هم بغلش بود. من رفتم جلو گفتم خانم اجازه بدید کمک کنم. یه نگاهی به من کرد گفت نه خیلی متشکرم اینا خودم میبرم. گفتم به هر حال مشکلی نیست، من چون مسیرم میبره میتونم کمکتون کنم. اون خانم خواهر فرشته اسدی بود که بعدا من شهادت شدیدم. به هر حال گفت خیلی ممنون متشکرم ولی با اکراه ساکو داد. من که ساکو بلند کردم احساس کردم این ساک خیلی سنگینه. من تو ذهن خودم بودم این خانم آهن داره جا بجا میکنه، چی این تو این ساک؟ ولی خب گفتم حالا که قبول کردیم خوب نیست که نبریم. ساکو بردم رسوندم اون خونه شونم. درست خونه طوری بود که انتهای کوچه بود، بعد از این طرف یعنی سر نبش بود. من در لحظه که ساکو گذاشتم زمین، چون خودم مجاهد بودم و میفهمیدم مجاهدین سلاح جابجا میکنن، اون موقع رژیم خمینی درگیری مسلحانه به ما تحمیل کرده بود، اما برای دفاع از خودمون مجبور بودیم این کارو بکنیم. یه لحظه به ذهنم زد نکنه اینجا این خانم مجاهده و من این داره تجاوز میکنم. بعد به خودم گفتم بعد که نگاهی به وضعیت خونه کردم اینا تایی دلم یه مقدار دو شک داشتم، اما خب خلاصه تشکر کردم خدافزی کردم اینا. بعد بچه کوچیکم که بغلش بود خیلی دوست داشتنی به نظر اومد. بعد من دیگه اومدم و همین تو ذهنم بود که اینجا احتمالا یه چیزی هست. تاریک شده بود بعد از قرار که برگشتم، داشتم به سمت محل خودم میرفتم، متوجه شدم که یک خروجی از خیابون بایندور به سمت پارک رامین بود. من رسیدم اونجا دیدم که یه پژویی به سمت همون بالا، همون استبه که داشتیم به سمت بالا بایسته، متوجه شدم پیکانی که اونور پارک کرده روه پایینه و هر دو ماشین نزدیک دهنه ورودی همین فرعی هستن. این برام از دور که میمدم غیر عادی بود. آماده باش شدم و به خودم آماده باش شدم که اگر موردی باشه بتونم واکنش خود مناسب نشون بدم، ولی خب چون آدم علنی بودم نباید بگم چیز مدارکم هم کامل بود. حرکت که کردم و از ماشین پژو که رد شدم متوجه شدم که این پژو دو تا چراغ زد. برگشتم ماشین پیجو رو اینطوری نگاه کنم که چرا چراغ زد، با من کار داره یا مثلا تده. دیدم پیکانی ها پیاده شدن با این دو نفر که تو پیکان بودن، از تو پیکان پیاده شدن اومدن سمت من. دو نفر ریشو بودن، لباس کتشلوار هم تنشون بود، یکیشون کتشلوار داشت یکیشون پیرن و شلوار تن. بعد اومدن گفت آقا بسید ما یه سوال از شما داریم. گفتن که خواهش من برای شما کی هستیم؟ گفتش که ما کمیته هستیم.
گفتم سوالتون چیه؟ گفتم مال این محل هستید؟ گفتم بله. بعد این یه خود مدارک من نگاه کرد و بعد آدرس رو گرفت و اینا، من گفتم که میخوام برم، اجازه بدید برم. من نمیدونم چرا من اینجا خودم حالت تهاجمی گرفتم، نمیدونم چرا من نگه داشتم، علت چی و من کاری نیستم و فلان. من یه خود بهش چیز کردم، این کوتاه اومد تو اومد و موضوع براش عادی دادم. من خود تو ذهنم این بود که اینا که اینجا بایستدن، چون این خیابونی که نبایستدن مستقیم که میرفتی از پارک رامین رد میکردی سر نفش که میخواست به پیش سر دست راست خونه فرمانده حمید خادمی بود. این خونه هم خب تو ذهن من برجسته بود، من احساس یه احساس نا چیزی داشتم، متناقضی داشتم سر این موضوع. من رفتم و خیلی عادی به سمت محل استقبال خودم رفتم، رفتم تو ساختمون، بعد از تو پارکینگ نگاه کردم که آیا دنبال من میان یا نه، نگاه کردم دیدم نه اینا همونجا بایستدن. بعد برگشتم بیرون رفتم از اون طرف تو خیابون سازمان آب، اونجا هم به خاطر میگونم خیابون سازمان آب میگه چرا خیابون سازمان آب، یه ایستگاه سازمان آبی اونجا بود، تو به خاطر اون ایستگاه بهش میگفتن سازمان آب. بعد این مسجدی بود، مسجد شهدا بهش میگفتن. بعد تو مسجد شهدا یه بسیجی هم بود، اینا همه وابسته به رژیم بودن. من رفتم از این طرف از اون بالا برم خودم برسونم به خیابون شمال، پارک شمالی اون قسمت بالاش، از اونجا پارک رامین بود، از تو پارک رامین بتونم برم ببینم آیا موضوع برمیگرده به خونه یا نه. متوجه حضور گسترده بسیجی های مسلح شدم. من خب بسیجی همون محل بودن و یکی اونجا قاطی اینا بود، گفت این کیه؟ من متوجه شدم این از اینا نیست. خوبی من هم محله خونهش اینجاست. بعد من هم برم دیدم خیلی فضا عوض شده. تو پارک رامینم متوجه حضور تعدادی نفر مسلح شدم. دیگه صحنه برام چیز بود که اینجا یه خبری میخواد بشه، برای که دیدم اگه من به سمت اون خونه برم و اینا بیشتر چیز میشن، چون اگه سوژه همون خونه باشه که اینا چیزن دیگه هم خودم بیر میفتم دیگه براشون مسجل میشه. برسه رفتم با یکی از این خونه بغل صحبت کردم که میشناختمش اینا، یکی که با هم قرید صحبتی کردیم، برگشتم دیدم دو تا از این بسیجی ها منو داشتن دنبال میکردن که کجا میرن. درگیری که از صبح شروع شده بود، من چون صبح زدم بیرون رفتم که سریع برم سر قرارم، چون گفته بود مثلا صبح زود بیا. من میرفتم سر یه قراری داشتیم توی یه ایستگاه اتوبوسی بود، اونجا قرارمون اجرا میکردیم. من از این که زودتر برم بهش بگم که آقا یه همچین موضوعی هست که اگه خبری هست اون چیز بکنه، مثلا صبح زود زدم بیرون، دیدم هنوز این فضا هست، نیروها هستن و فلان. رفتم خودم سریع رسوندم تو خیابون ستارخان، همون خیابون ستارخان با این دور که میری پایین یه جا میره منطقه ترشت، بعد این من میره به سمت پل، از این هم که میره به سمت آریوشهر. سریع سوار شدم، قرار من تو چیز بود، خیابون بلوار الیزابت بود. رفتم اونجا، مسئولم رو دیدم، باش صحبت کردم، بعد نوکر رو بهش گفتم، گفت چطوریه وضعیت، بهش گفتم اینجوری اینا، گفت پس خودت مواظب باش، آماده باش، دست به کاری نمیزنی. من رفتم برگشتم تیر خودم رو چید کردم، همین که برگشتم صدای تیراندازی رو دیگه میشنیدم. خلاصه به سرعت خودم رسوندم زیر پل ستارخان، دیدم شلوغه. بعد خلاصه رفتم اینجا، دیدم که خیابون پاک شمالی رو بستن. از اون ماشین های داستانی بود و سپاه بود و شلوغ بود، همه هم موضع گرفته بودن، نمیشد. از یه خانمی پرسیدم جریان چه، خانم گفت به خونه مجاهدین حمله کردن، اینجا خونه مجاهدین بود، به خونه مجاهدین حمله کردن. بعد رفتارهای مردم بود، همه ناراحت بودن، به هم ریخته بودن، فحش میدادن، عصبانی بودن، یعنی کسی نبود که خلاصه یه چیزی به این رژیمی ها نگه.
من دوباره برگشتم رفتم تو محله تو همون نقطه دوباره همین رفت و برگشت و شلوغی ها و بزن زد و خورده که تیراندازی که انجام میشد خیلی سنگین بود، خیلی شدید بود، هم از داخل خونه تیراندازی میشد به طرز شدیدی دفاع میشد، هم که خب مزدورها ترسشون همینجور در دیوار بسته بودن به رنگ بار. بعدش صدای انفجاری از داخل خود خونه اومد، حالا من دقیقش یادم نیست که انفجار مالا موشک بود زدن آرپیجی زدن یا خونه چیزی منفجر شد، اما طبقه بالاش منفجر شده بود. یادمه که مردم داشتن گریه میکردن و ناراحت بودن، مخصوصا همسایه ها. یکیشون من یادمه هم یکی از این خانم همسایه الان یادم افتاد میگفت که اینا آدم های خوبی بودن، اینا هیچ وقت به کسی بدی نکردن توی محل زندگی کردن، اینا همش داشت از حالت خوبی های بچه های ما تو اونجا که زندگی میکردن. بعد موضوع از حالت تهاجمی خارج شدن، سلاحشون رو بردودن پایین به سمت خونه میرفتن، اما همچنان با ترس و لرز جلو میرفتن. در خونه رو باز کردن، در خونه من بعدن که تونستم برم جلوتر دیدم کاملا مشبک شده بود به اثر گلوله هایی که بهش زده بودن. دری بود که وقتی باز میشد ماشین میتونست بره تو حیاط، کامل مشبک شده بود. به طرز از جلو هم گلوله خورده بود که معلوم بود از فاصله نزدیک زده بودن، چون خونه روبرو رو گرفته بودن، از توی اون خونه از پنجره اون خونه به سمت خونه بچه ها شلیک کرده. ما با احالی که قاطی شده بودم رفتم جلوتر که بتونم گزارش بهتری ببینم، گزارشی میخوام بدم اینا. متوجه شدم که من خودم متوجه بیرون آوردن سه جسد شدم، احالی میگفتن بیشتر آوردن ولی من سه جسد رو دیدم که یکیش بعدن که عکس دیده عکسش رو توی لیست شهدا دیدم فرمانده حمید خادمی بود، یکیش خواهر فرشته بود، یکم فکر کنم یکی از مادرای شهدا بود. من از اهالی که پرسیدم که چجوری شد اینجا اینجور شد و حمله شد، یکی از خانما گفتش که من دیدم. گفتم چجوری بود صحنه که شما دیدید چی بود؟ نه می‌خواستم. گفت نمیدونی اینا اومده بودن صبح اونجا رو بسته بودن، بعد یه پسرش و دختر بزرگش و اینجوری میگم یعنی خواهر مجاهدی که اونجا مستقبه و برادر مجاهدی که بیرون بودن بعد اومدن بیان تو پایگاه، میگو پسرش و دختر بزرگش دامادش و دختر بزرگش اومدن بیان برن تو خونه، اینا رو تو کوچه گرفتن. یعنی اینا بعد دو نفر خواهر برادر ما رو قبلا کمین گذاشته بودن، این دو نفر که میخواستن برن داخل پایگاه بیرون پایگاه دستگیر کرده بودن. بعد میگو دخترش از تو ماشین که از در ماشین باز بود خودش پرت کرد بیرون، دوید شروع کرد داد زدن، اینا با تیر زدنش. الهی که ناراحت و فوش میداد به این پاسدارا دستشون بشکنه فلان. بعد گفتم خب چی شد؟ اون دختر گفت چی همین که این داد زد فریاد کشید و شروع کرد به صدا کردن و اینا زدن، از تو خونش تیراندازی شروع شد که مشخص بود برام که این خواهر مجاهد با به خطر انداختن جون خودش خونه رو خبر کرده، اما خب دیر شده بود، محاصره بودن. منم که تا اون لحظه واقعا ذهنم نبود که حتما خونه مجاهدینه و شک کرده بودم که ممکنه. این نکته یادم رفت بگم، اینا دو تا ماشین، یه ماشین بود که اونایی که خود کشته های خودشون رو گذاشته بودن توش، یه ماشین هم پیکرهای شهدای ما رو گذاشته. من داشتم با مردم صحبت میکردم که اطلاعات جمع کنم اینا، صدای یه جیغی شنیدم، بعد تجمع مردم مداد و بیداد و اینا، پاسدار شروع کردم به هل دادن عقب و بین عقب و فلون. اون خانمی که جیغ میزد من رفتم سمتش، بعد این همسایه های سعی میکردن آرومش کنن، اون میگفت نه بچه رو کشتن،
حالا میخوان پنهان کنن فلان بکنن. منم تو صحبت های اینا که این چی میکرد گفتم خانم کدوم بچه؟ گفت پسرشو، پسر کوچیکشو، پسرش بچه ماهشو که چیز کرده بود حالا گذاشته تو پارچه داره میبره انداخته تو ماشین که کشتای خودشون هست. بعد گفتم چیه جریان؟ مدرشم که اینا ناصر که فرزند شهید حمید خادمی و شهید فرشته اسدی این تو خونه بوده مورد اصابت قرار گرفته، همون بچه که من قبلا دیده بودم بغل خواهر فرشته، این رو گذاشتن تو پارچه که مردم نبینن. بعد موقعی که داشتن میبردن بذارن تو ماشین دست این بچه از تو پارچه میفته بیرون، اهالی میبینن که خون خانم همسایه دیگه جیغ و داد حوال از دی... بعد دیگه مردم شروع کردن فحش دادن، منم کنترلم از دست رفت، ظرفیتی دارم دیگه، منم اون لحظه ظرفیتم دیگه تموم شد. شروع کردیم داد کردن و صحنه رو شلوغ کردن اینا که تو همین شلوغی ها یکی از اون همسایه های مسیحی که منو میشناخت منو کشید عقب، کشید عقب، گفت پسر تو جوونی حواست هست؟ بودم چرا؟ گفت اینا دارن میان اول تو رو میگیرن ها. بعد من بغضم جلو این همسایه ترکید، گفتم که کشتن جوون های مردم فلان اینا. از یه طرف نمیتونم بگم برادر خواهرهای خودم اینا چون میفهمیم. اونم گفت که اگر انسانی توی اینا که شرف ندارن، ناموس ندارن، اینا چیز ندارن، و اگر انسانی باشه همونایی بودن که از توی خونه آوردنشون گیرن. بعد من دیگه پاسه رو جمع کردن و تو خونه چیز بودن رو کشیدن رفتن بیرون، یه سری دنبال مدارک بودن. بعد مسائل خونه رو تخلیه کردن، یه پاسدار گذاشتن دم در، الان مسجدی ها بسیجه مسجد رو گذاشتن اونجا و رفتن. من بررسی صحنه اومدم جلو خونه یه نگاهی کردم، دیدم که بالا سیاه شده بالای خونه، بعد پله ها و اینا که از بیرون دیده میشد همه تیر خورده بود. از بالای همین در خونه که نگاه توصیب بکنی داخل خونه حسابی به هم ریخته بود، همه چی گلوله خورده بود، پر گلوله بود، یعنی جای گلوله. خونم تو همون ورودی در از پشت همون چیزا میدید تو حیاط خون ریخته بود. علت ریخته شدن خون تو اونجا اونطور که همون خونه بغلیشون، یعنی خونه روبرویشون دیده بودن، خواهر فرشته رو دیده بودن که از توی حیاط اومده بود بره به طبقه بالا، سلاح داشته مثل که یا سلاح داشته اینجوری که میگفتن، یعنی یه چیزی بغلش بود داشت میرفت بالا، از پشت که میزنن این پرد میشه تو حیاط که خواهر فرشته اونجا خورده بوده. در واقع این چیزی بود که همسایه با بغض و گریه تعریف میکرد. بعد من بر اومدم رفتم گزارش دادم. این صحنه ناصر که دارم میگم براتون، بعدها من علارغمی که انتظار نشدم و فکر میکردم ناصر هم شهید شده تو اون داستان، بعدها با ناصر در ارتش آزادی بخش روبرو شدم و داستان مجاهدین دوباره برام تداعی شد که مجاهدین هیچ وقت تمام شدنی نیستن. سردار موسی میگفت که مجاهدین تمام شدنی نیستن. این حضور ناصر در ارتش آزادی بخش در کسرت یک رزمنده ایمان منو به حرف سردار موسی بیشتر کرد. واقعا اینم یکی از اون قول معروف داستان‌های ناگفته که وجود داره که من خب شاهد این صحنه، یکی از این صحنه ها بودم. هزاران خونه مجاهدین بود که بهشون حمله شد، بچه های زیادی بودن که توی خونه ها بودن که خب شاهد حضورشون در کسرت مجاهد خلق و ادامه دهنده راه پدر و مادرشون هستیم.